سلام، به اولین ویدیو از سری ویدیوهای انواع حکومت‌ها و اقتصاد سیاسی خوش اومدید. بیاین با هم طیف سیاسی رو به طور خلاصه بررسی کنیم. با میثم و نینا آشنا بشید. هر دو عمیقاً به جامعه خودشون اهمیت میدن و میخوان آینده روشن‌تری رو برای اون تضمین کنن. با این حال، میثم و نینا در مورد بهترین راه حل‌ها برای مشکلات اجتماعی و اقتصادی اختلاف نظر دارن. اکثر مکالماتشون تبدیل به مشاجره میشه و طولی نمیکشه که شروع به لقب دادن به همدیگه میکنن. مثلا چپی و راستی، و هنوز دعواشون اوج نگرفته عصبانی میشن و همدیگر رو کمونیست و نازی صدا میکنن. این کلمات اصلا به چه معنایی هستن؟ و آیا این معانی به نحوی هستن که میثم و نینا بتونن با هم در کنار هم کار کنن؟ برای جواب دادن به این سوال ها باید اول طیف سیاسی رو درک کنیم. این طیف اول از چپ به راست شروع میشه. این خط نشون میده که دولت چقدر باید در اقتصاد مشارکت داشته باشه. آیا دولت باید مدارس و بیمارستان ها رو اداره کنه و ثروت رو دوباره بین افراد توزیع کنه؟ در جناح چپ افراطی تمام مالکیت خصوصی لغو میشه و منابع به صورت اشتراکی در اختیار همه قرار داده میشه. در طرف دیگه این خط سوال اینه که آیا باید دولت نفوذ کمتری داشته باشه و مالیات، مقررات و محدودیت‌های کمتری وجود داشته باشه؟ در راست افراطی ما سرمایه‌داری داریم که کاملاً بر پایه بازار آزاده. محور عمودی طیف با بُعد اجتماعی سر و کار داره. همونطور که به سمت پایین حرکت میکنیم، حقوق آزادی افراد بیشتر و بیشتر اهمیت پیدا میکنه که نوع افراطیش آنارشیزم هستش. در حالی که در بالای نمودار مردم به حقوق گروهی برای افراد اعتقاد دارن، در اوج این طیف رژیم‌های توتالیتر رو داریم که کمونیست‌ها در چپ و نازی‌ها در سمت راستش قرار میگیرن. البته باید بگیم عقاید سیاسی اکثر مردم در هیچ یک از نقاط افراطی این ابعاد اجتماعی و اقتصادی نیست. این نمودار یه طیف دو بخشیه، به این معنا که افراد میتونن در هر جایی در داخل این نمودار قرار بگیرن. وقتی که باورهای سیاسی میثم و نینا در این طیف ترسیم میشه، اونا میبینن که اگرچه ایده های بسیار متفاوتی در مورد اقتصاد دارن، هر دو به طور واقع در نیمه پایینی قرار می گیرن. به این معنی که اونا به حقوق فردی همدیگه مثل آزادی بیان احترام می زارن و با ایدئولوژی تمامیت خواه مانند کمونیسم و نازیسم مخالف هستن. میثم و نینا خوشحالن از این که می بینن چقدر مشترکات دارن و این آگاهی بهشون کمک می کنه که مکالمات سازنده تری داشته باشن و مهمتر از همه متوجه می شن که دیدگاه‌های مختلفشون در ارائه راه حل‌های متنوع برای مشکلات پیش روی جامعه مفیده.